رسیدم به سلام عباس آقا، صد سال به این سالا خدمت نمیرسیم. پول مول چی داری؟ رو کم یه بینیم. تو نمیری حلالزاده، همین الان تو فکر تو بودم. این حرفا چیه؟ تو نمیتونی به فکر من نباشی. میگم هیچ میدونی بده این چقدره؟ 3500. چی؟ کور خوندی داشتم، شده 4000 تومن. اونم اگه تا 2-3 روز دیگه نپردازی تاکسی تو توقیف میکنم. آکه انصاف تو شکر، آخر رحمت کو. 10 روز دیر شده 500 تومن رفته روش بابا. ای والا تو هم تا ریش تو دستته هی قیچی کو. باشه نوبت ما میرسه، حالا کچی میری برسونم. نه خیلی لازم نکرده، اینو باش که میخوا با این تاکسی قرازش منو خر کنه. خر خودت بارا بابا، تو هم شورشه دیگه در آورده. ببر ریشانس شب و روز هی کار کنه تحویل این بی انصافا بده. مرام تو، ایمون تو، جلل خالق باشم. راستی چه جلل خالق. ستاره اقبال خیلی بلنده. الحمدلله تو یه مسافرت در پیش داری. تو این سفر یک آدم چاق و چله که من واسط بگه چشم و ابرو مشکی بهت بر میخوره. کی؟ میدونی اون چی کاره؟ نه بگو ببینم چی کاره. یه قصابه جونم، یه قصابه. قصاب؟ کاروبارت خوب میشه به شرطی که یه چیزی در راه خدا بدی. این حرفا برا من فایده ای نداره. به من بگو ببینم بدهکارا به من بدهیشونو کی میپردازن؟ خب معلومه دیگه، سر موعدش. رد کن بیاد ببینم که امروز موعد 100 تومنه. زود باش یالا. ای بابا اصلا خان، تو هم وقتی را وردی ما یه چیزی گفتی، تو هم باور کردی. من این حرفا سرم نمیشه. اگه همین 2-3 روز پولمو ندی سند خونتو میذارم اجرا، خونتم توقیف میکنم. فهمیدی؟ نه تو مرد با شرفی هستی، هیچ وقت هم که کاری نمیکنی، اونم با من. یه وقت ممکنه روحم در عذاب بیفته و مجبور بشم با اوراد و تلسم و جادو تو رو به یه سوس مبدل کنم. سوس که سهله، اگه منو به عقرب و افعی و لوتینم تبدیل بکنی من خونت رو میذارم اجرا. برو برگردم نداره. اینو باش آما جون، یه دقیقه مواظب دفتر من باش تا من برم برگردم. بیا کجا میخوای بری؟ یه کار کوچیکی دارم داداش. الان منم شاهدم، یه نفر منتظرش نمیشه تنخواش بده. مرد یا زنه؟ بابا نه زنه نه مرد. نمیدونم چی بگم. خجالتم میاد. بله خب بله خب خودم فهمیدم. برو زود برگرد. برو خدا به همراه. خیلی ازتون ممنونم داداش. برو برو. جوونی کجایی که یادت به خیره؟ بینم عمد کتور، تو خواهیتو پیر میدونی. آره اصخانه، دیگه از من شما گذشته؟ اوه، از تو ممکنه گذشته باشه، ولی از من نگذشته. یه چکی میفرمی؟ خیلی خطش کنه عمد، که من بعد از مردن زنم تمام عشق و ایمونم عبادت به خدا. عجب، عجب. حدشم تنها آرزوم اینه که جمال خوشبخت بشه. بابا اصدالله اصلا شرف نداره. آره از اون عوضی های روزگاره. بله حلالزاده هم از دخترشه. این هم درست به صاحبش رفته. باباش چیوه مردم خالی میکنه، دخترش هم قلب مردم. قربون اون ایکلش برم، چرا نمیاد قلب ما رو خالی کنه. بابا بلش کن بزن بره، حوصله داری.
ایو مینو دختر اصلاسا. آره خودشه، کجا داره میره با این همه افاده؟ حتما میره قسط باباشو جمع کنه. نه عفت خانم جون، اون به این سادگی هم واسش عروسی نکرده. والا بتون خانم مادر شوهر خودش بهم گفت. نگاش کن عفت خانم، میبینی که فیس و افاده داره؟ اون اگه فیس و افاده نداشته باشه، من و تو باید داشته باشیم. اون پیرانی که تنشه از پولای شوهر بدبخت منه. سلام اکبر آقا جون. سلام از فرخان، حاله چطوره؟ خوبی؟ بفرما بوسخولام، دو دو چای قم پهلو بده اینجا. خب اصغر آقا صفا بردی، چه عجب این طرف ها. عجب نباشی، ما که دائم اینجاییم. آه برمونه تو چای بدبخت اینجا دیگه. این هم مال شما. ببین اصغر اصغر خان، من این آدمو خیلی بهتر از تو میشناسم. اگه یه ساعت نزول پولش دیر بشه، خودی و نخودی و آشنا نمیشناسه. آنی چک و سندتو میذاره اجرا. و این یه دونه خونم که با هزار بدبختی واسه زن و بچه ساختی از چنگ در میاره. خلاصه از من گفتن و از تو نشنیدن. مواظب باش بلایی رو که سر دیگرون در آورده سر تو در نیاره دیگه. خود ای بابا اکبر آقا جون، این حرفا چیه میزنی؟ گاهی اوقات هم بالاخره رمی تو درش میاد، مثل عباس آقا که تاکسی داره، اونم بهش سالهاست بدهکاره. پس چرا زیاد بهش فشار نمیاره؟ بین خودمون باشه، عباس آقا با تو خیلی فرق داره داشت از قرد. اونو به خاطر زنشه که زیاد سر به سرش نمیذاره. جای خواهرم باشه، زن خیلی نجیبیه، واسه همینه که حالا تیغش بهش کارگر نشده. راستی اکبر آقا جون، تو چطوری باش کار میکنی؟ حساب ما دیگه چیز دیگه است. جریاناتیه که من مجبورم باش کار کنم. آخه منم کلی بهش بدهکارم، دو برابر بدهیم چک و سفته پیشش دارم. اینه که نمیتونم از جام جام بخورم. خلاصه سرت درد آوردم، چای تو بخور تا نگفتم بیام ببرنش. سلام. چی شده مریم؟ خواهش میکنم کمکم کن جمال، من دیگه نمیتونم این وضع تحمل کنم. آروم باش مریم، آروم باش. خوب نیست اینجا گریه میکنی، بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. مثل همیشه جرأت ندارم تو خیابون را برم. همه منو میشناسن، همه اهل محل منو توف لعنت میکنن. همه اینا به خاطر پدرته. تو که تقصیری نداری، میدونم اونا از دست پدرت دلشون خونه، زورشون به اون نمیرسه، اون وقت تلافیشو سر تو در میارم. تا کی من باید این وضع تحمل کنم؟ تا کی؟ تا وقتی که با پدرت زندگی میکنی باید تحمل هر حرفی رو داشته باشی. به هر حال این وضعیه که پدرت برات به وجود آورده. من امیدوارم بتونم هرچه زودتر تو رو از این زندگی پرجنجال بیرون بیارم. جمال، تو با برادرت صحبت کردی؟ آره، همه یه جریانو بهش گفتم. اون با عروسی ما موافقه؟ البته، برادرم جز سعادت و خوشبختی ما هیچ آرزویی نداره، ولی پدرت اون چی؟ من دیگه به سن قانونی رسیدم، حق اینو دارم که درباره زندگیم و آینده خودم بتونم تصمیم بگیرم. با وجود این باید حتما رضایت اونم جلب کرد. کی میتونه اونو راضی کنه؟ چیش خرونو چرب بسیده؟ اکبر، اکبر. بله امیرزا. خب امیرزا، با بنده فرمایشی ندارین؟ نخه، میتونی بریم. یادت نره جریانو بهش بگو، بهش بگو تو منی سیشه یک شی کمتر نمیشه. باشه قربون، سعی میکنم حتما جوشش بدم. خب با اجازتون من مرخص میشم، خداحافظ. شما برو، به خاک سپردمت، خوش اومدین. اه بله قربون، فرمایشی بود آمیرزا جون. مواظب حجره باش. بله چشم. اگه کسی پول آورد ازش بگیر،
اما رسید مسید به کسی ندیا. ای بروی چشمم، هرچی پول دادم میگیرم، اما به کله مبارکتون نم پس نمیدم. باریکلا زد باریکلا. من با این برای بچه ها میرم دکون اسقر رو تأمین کنم. فهمیدی؟ بله. این مردی که 2 ماه نزول پولش عقب افتاده. بریم بچه به سلومن. خوش اومدین. ای بری و بر نگردی آمیرزا. آخدا چطور میشد این سرشو میذاشت زمین و دیگه از جاش بلند نمیشد؟ خیال یه عده بدبخت و بیچاره رو راحت کنم. این شیرین زبونی ها دیگه برا من بیفایده است. خیال کردی به همین سادگی میتونه مال مردم صاحب بشه؟ بله. من تو عمرم آدم به بدجنسی تو نهیدم آمیرزا. نفهمیدم من بدجنسم؟ من؟ بیا اینم نزول پوله. بله من هر کی ادعای پولشو بکنه آدم بدجنسیه. شما از شما میپرسه اوتی خریه هر پسر. چرا ساکتی؟ من آدم بدجنسیم. کیه میگه شما بدجنسی؟ بابا اصلا خان شما کوتاه بیان. مگه سر تا پای طلبه چقدر هست؟ چقدر هست؟ 10,000 تومن بهش پول دادم تا این دکون رو روبرا کرد. بله. تا حالا هرچی هم در آورده یه پاپاسیش هم به من نهد. نده. ای انصاف تو شکر. خدا نشناس من که تا حالا 2 برابر اصل پولم بهت پول دادم دیگه هیچی ندم. نه آمیرزا سولا اجاره تو این 500 تومن بابت از سفرش حساب کن، بقیهش هم بهت یواش یواش میرسونه. خدا کریمه. آره اینم دست و بالش تنگه دیگه، خودت یه جوری باش را بیا. به خاطر گل روی تو این دفعه‌م گذشت میکنم، ولی اگه همین روزا پولمو بهم نده دیگه ازش نمیگذرم. نه جون تو نه، باید بره اون تو آب خونک بخوره یا پولمو. بله قربون تو ازت ممنونم که روی ما رو زمین انداختی. بدار قبقبو. باشه باشه این دفعه‌م گذشت. را بیافتیم بچه‌ها. بریم بچه‌ها. بریم بکش کنه شمال صحابه است قرنون تو ازدار علی یاره. بسر امروز هر که از اینجا میخوره ازش پول نگیر، همش مجانیه رفیق بنده کمر برو به دنده، ببینم از پتوله به داره میخنده. بده به دست داشت اون ناچار فراسه، این دوباره پیچ و عوضی بسته. ندونیم ندونیم چون بین ما پتوله، میدونیم میدونیم کار عمل پتوله. یه دفعه دیگه فضول کردید داشت، های بچه ها گوش بدی یه زن میگیری براش. خدا عوضتون بده از خدا میخوام، بیا یه دست میکن بشید بگیری برام. مگه تو خواب ببینی زن بگیری زن بگیری، بابا یالا میری. نگاه کن به دست من وقتی گفتم حساب بزن، کی اینو درست کرده؟ بگیم به من بگیم به من. رفیق بنده کمر برو به دنده، ببینم از اجوله به داره میخنده. بده به دست داشت اون ناچار فراسه، خودو پنگی دوباره پیچ و عوضی بسته. ندونیم ندونیم که بین ما فضوله، میدونیم میدونیم کار عمل فضوله. اگه یه دفعه دیگه فضول کردی داشت، های بچه ها گوش برید یه زن میگیری براش. خدا عوضتون بده از خدا میخوام، بیا یه دست میکن
سلام علیکم داشت خالی، خدا قوت. سلام مرد بشید، بچه ها خسته نباشید. چطوری؟ خوب نیستش خلیل خان، دیشب تا صبح چشم هم نذاشت. بابا آخه یه دکتری، یه دوایی، همینطوری ولش کردی به امون خدا؟ والا از شما چه پنهون خلیل خان، دست بالم پاک خالیه خالیه. هرچی در میارم یا باید بدم دست اصدال و نزول خور، یا اینکه خرج این خر لنگ بکنه. آخه این چشه؟ نمیدونم والا چه مرگشه. موتورشو درست میکنی لاستیک نداره، لاستیک میگیری گیر بوکسش خراب میشه، هر طرفشو میگیری یه طرف دیگهش در میره. خلاصه ما تو خط گاراژ کار میکنی. انشالله وقتی که قرض مرزتو زدیم تبدیل به افسانش کن. چطور؟ نمیدونم والا چی بگم. ما قاش زینو بگیریم از سبونی پیش نشم، همینقدر که بتونیم بدهیشو بدین برا ما نمیستادم. بفرمایین، اینم عباس آقا. سلامی زست الله. چه سلامی، چه علیکی. مرد حسابی، حسابمون چطور میشه؟ حسابت روشنه میزست الله، قل و قشی هم توش نیست. 3000 تومن بده کار بودم، 2000 تومن هم نزوله شده، میشه 5000 تومن. درسته؟ درسته، ولی کی میخوای پرداختش کنی؟ هر وقت پول داشتم که کی نداره. چی؟ شاید تو تا آخر دنیا پول گیرت نیومد، تکلیف من چی میشه؟ آخرش که پول بدستم دوی تاکسی رو میفروشم و قرضتو میدم. شنیدین؟ شنیدین آقا چی فرمودن؟ واقعا خنده داره. مرد حسابی، این چیزا برای من پول نمیشه. اصلا چرا ماشین رو بفروشی؟ ماشالله هزار ماشالله، عیال به اون قشنگی داری، باید کاروبارت خوب بشه. مقصود چیه پیر سک؟ مقصودم اینه که اون میتونه بهت کمک کنه. این نه مرد کردی؟ این برای برمار نگاه کنه. جلبشم بگیریم بکنینش زندون تا اون بفهمه با کی طرفه. سلام یه تو نه خیلیت راحت باشه. اخ گلای ما گربونه. بفرمین. جش نوکر شما. الهی که من خودم درسته گربونت برم. بیا جون. بفرمین. بشین. جش میشینم و چشمم گور میشه، میشینم و دندم درد میشه. جونم پولی رو که میخواستم برام آوردی؟ آره جونم، آره عمرم. از دلو جون میخواستم یه خواهشی ازت بکنم. خواهش؟ بگو عزیز دلم. پسر خاله من 1000 تومن بهت بدهکاره. فریبرز رو میگم، فریبرز قوی ده. میشناسمش، خوبم میشناسمش. اگه ممکنه. اگه ممکنه چی؟ از نزولش صرف نظر کن. چکشم بهش بده. جه اوه نگم. بذار به حساب من. به حساب تو؟ از نزولش صرف نظر کن، چکشم بهش بده. به حساب من. به حساب من. اما یه شرط داره. خودش چیه؟
شرطش اینه شنگت بگم. آخه عزیزم این همه وقت تو داری منو سر میگردونی. آخه قربون اون شکلت برم هنوزم یه دقیقه سر کن. اگه بخوای تا صبح همین رقمی وزد صبر میکنم. اونو به تو میسپرم. خودت خوب میدونی که تمام امید و آرزوی من همین یه بچه است. اونو از من نگیر مامان. چی میگی عزیزم؟ من میترسم. از چی میترسی عزیزم؟ من که پلوت هستم. مامان نظر من از تو بگیرم. کی بگیره زهره جون؟ خود بچه دوست داره. نه مامان. آره عزیزم. خب حالا دیگه بخواب. منم همینجا پلوت میشینم. هیچ فرقی نکرده. هنوز از جون میگم. بابا جون تو ای؟ آره دخترم. این برای چی خرید؟ این مال توی خوش کرده دخترم. من اینو نمیخوام، از اون قشنگتریشو میخوام بابا. خیلی خوب زهره جون، من خودم یه دونه قشنگترشو برات میخرم. حالا بخواب جونم، بخواب عزیزم. امروز صبح زود همین که از خونه رفتی بیرون اسدالله اومد، دیگه آبرو برای ما باقی نذاشت. عباس چرا پولشو بهش نمیدی خودتو راحت کنی؟ از کجا بیارم بدم؟ برای بچه ها تو گاراژ بهم گفتن تاکسی رو بفروشم و قرضشو بدم. خب بی خودتو راحت کن. بعد از کجا بیاریم بخوریم؟ تو خیال میکنی اگه من تاکسی رو بفروشم چیزی دست منو میگیره؟ همشو باید بدم دست طلبکار. اون گردن بند منو ببر بفروش، پولشو بهش بده تا فعلا صداش بخوابه. من خوشم نمیاد این مرد پاشو در خونه ای ما بذاره. نمیدونی چه آدم هیزیه. هر وقت چشمم به چشمش میفته بدنم میلرزه، مثل اینکه با چشمای هیزش میخواد آدمو بخوره. اگه پای شما ها وسط نبود قید همه چی رو میزدم و از این شهر میرفتم. میرفتم یه جایی که دستمون به من نرسه. ولی چه کنم که شما ها سر رای من هستی. این حرفا چیه میزنی؟ تو بهتره به فکر چاره باشی. تو که نمیخوای مال مردمو بخوری. هنوز اون کسی که بتونه پول اسدالله رو بخوره از شکم ننش در نیمده. من که نمیخوام پول شما رو بخورم. من فقط چند رو از شما مهلت خواستم. 24 ساعت بهت مهلت دادم، هیچ غلطی نکردی. آمیرزا این پسر خوبیه، نمره حساب هندسه‌اش همیشه 20 بوده، نزولش هم سر وقت داده. یه چند روز دیگه بهش وقت بدیم. بالاخره نفهمیدم تو برا من کار میکنی یا برا مشتری ها؟ اختیار دارین، مادر بزرگ ما شمایی. پس خفه خون بگیر و سر جاد بتمرک.
چشم، ما دیگه یک کلمه هم حرف نمیزنیم. رحم داشته باش آمیرزا، تو حتی فرش زیر پای منو توقیف کردی. تو فکر زن و بچه منم نمی کنی؟ اونا دارن روی حسیر زندگی میکنن. رو حسیر؟ رو حسیر زندگی میکنن؟ به من چه؟ هر قبرستونی میخوان زندگی کنن. آمیرزا تو قبرستون هم دیگه جا نداره، فوله. باز تو فضولی کردی پسر، کارتو بکن. ایگه خیلی آقا استالله، تو رو با اون کسی که میپرستی و دوستش داری یه چند روز دیگه هم به من مولت بده. من هیچ کس رو دوست ندارم، فقط پول رو دوست دارم، فهمیدی؟ یالا زود باشین بندازینش بیرون. نه نه، بذارید حرف بزنم. رحم داشته باشا میرزا، من زن و بچه دارم. خیلی حرف میزنه، بندارم. رحم داشته باشین، من زن و بچه دارم. رحم کنید. میگم که حالا که بچه کمی حالش بهتر شده مواظب باش دوباره سرما نخوره. چشم آقا. از صدقه بقالم هرچی خواستی بگیر، من سر بوش باشم. خیلی خوب، اونم چشم. خدافظ. به سلامت. جون شما صرف صرف خودشه، همه که اونجا بایسته ایشونه. عباس شما هستم؟ بله. این آقا حکم جلب شما رو داره، با من بفرمایید کلام داری. خیلی خوب. نه نه، خواهش میکنم اونو نبرین، اون پول شما رو میده، مطمئن باشین. برو تو نزد بچه بفهمه، برو تو نمیخواد ارتماس کنی. بفرمه. یه اله ربی آفت. بفرمه. عباس سواز تو جمع کن، به پاه دستت نیفته بشته. خدا جمع باشین آمیرزا. میدونی اون قیمتش چقدر؟ چقدر؟ اگه از دست بیفته پوست کلت میکنه. فکر میکنی آمیرزا؟ شنگ تمیزش کن بده سر جا. همین الان پاستوریزه میکنه. آبار اینجا میبینی دختر جون چه ثروت هنگفتی به هم زدن. ثروتی که از روح آزار دیگران به دست بیاد به چه درد میخوره پدر؟ تمام کوشش من برای اینه که راحت و خوشبخت زندگی کنی. به عقیده منم تمام سعادت و خوشبختی بشر فقط تو پوله. پوله که حلال مشکلاته. برای منم که مشکلی وجود نداره. چرا باید خوشبختی ما با نابودی و بدبختی مردم تأمین بشه؟ این حرفای سر تا یه قاضی پاپاسی هم ارزش نداره. البته برای شما پدر. دختر جون عقل داشته باش، نگاه کن، گنجینه ی حضرت سلیمون پیش منه. ولی به نظر من گنجینه ی پدر نازنینم بیشتر از گنجینه ی حضرت سلیمونه. آفرین، حالا داره کم کم عقل و شعورت سر جاش میاد. واقعا که آمیرزا خوش به حال دخترتون. پول مال منه، چرا خوش به حال اون؟ آخه شما وقتی انشالله خدا خودش کمک کنه سرتون رو زودتر زمین بذارین، ثروتتون به اون میرسه. خفه شو، از کجا معلومه که من قبل از اون بمیرم؟ چه فضولی ها میکنه؟ من نمیخوام وارث شما باشم. اینو مطمئن باشین که هیچ چشم داشتی به مال شما ندارم. گوشتتون فهمید دخترتون چی گفت؟ برای تو گفت، نه برای من، چون من گوشم از این حرفا پره. خب یه مغنی خبر کنین خالیش کنه. نمیخوام ریخت قیافه نحسه تو ببینم. برو گورو تو گم کنده، برو بای کاره. خیلی خوب، میرم بایدم گورم رو گم کنم. پدر، من کوچکتر از اونم که بخوام شما رو نصیحت کنم، ولی برای رضای خدا انقدر به این مردم بیچاره ظلم نکن، خدا رو خوش نمیاد. این شعر رو ورایی که به گوش من میخونی ها بیفایده است. اگه برای حرف زدن پولی میدادن، من از او آدمایی بودم که تو خوابم حرف میزدم. آره قربونت برم. پدر تو هیچ احساسی جز پول جمع کردن نداری. مادر بیچارم از دست تو دق کرد. برای من احساساتی نشو، تو حالا جوونی و عقلت نمیرسه. وقتی بزرگ شدی میفهمی که حق با پدرته. تو از کوچیکی تو ناز و نعمت بزرگ شدی، اما من نه. روز دوم سومی که پا تو این دنیا گذاشتم، از بس گریه کرده بودم پدرم قایم زد تو گوشم. این حقیقتو وقتی بزرگ شدم مادرم بهم گفت.
من تا وقتی که پدرم زنده بود ازش نفرت داشتم. من نه محبت پدر و مادر دیدم، نه دوست و رفیق. پول همه چیز منه، رفیقمه، دوستمه، فامیلمه، حتی شرف و حیثیت و ناموسمه. میفهمی دختر جون؟ ما اگه تو زندگی پول داشته باشیم همه چی داریم. روزی که دست و بال من خالی بشه اون روز روز مرگ منه. سوزی این فلک آبند زندونم چرا کردی؟ تو لا کردار عجب ظلم بدی در حق ما کردی محبوب من. من اینجا توی زندون، من اینجا توی زندون و زن و فرزند من گریون. خدایا این همه غم را چرا بر من روا کردی جان؟ عزیزم چی باشه به ما میسازه؟ غم خودت که چکر شما هم باید بل کنم بیا بردارم. چی کار کردی؟ هیچی جونتو. نه تو میری یک کاری کردی آوردنه بیگناه. ما از اهل فرقه چیزی نیستیم، پاک بیگناه بیگناهی. نگفت اینو که ما هم میدونیم جریانو تعریف کن. آره جونم واسد بگه هوا سرد بود، اومدم دستمو گرم کنم، یهو دیدم یکی مثل عجل مچ دستمو گرفت. دا تبارا جیبارا جیبار پاره گذاشتیم به فرار. اون بودو من بودو، اون بودو من بودو. خلاصه مردم جمع شدن منو گرفتن، اصلا ولکن نبودن. هر چه التماس کردم، خواهش کردم که بلم کنن فایده نکرد. بابا تو چی اصلا به قیافه من میاد که جیبار بشم؟ نه آخه شما بگیم چونه من میام؟ نه بقیده من تو اگه از دیوار مردم بالا بری خیلی بهتره. اصلا سنگین تری جون تو اصلا جیبوری دوزی به قیافت نمیاد. نمیاد که نمیاد. اینو باش که داره منو کرف کنه. از شما میپرسم قیافه من بیشتر به دوزا میره یا به آقا؟ آقای سخن تا اونجا که من یادم رفیق تو از خلقت بشر دوز بودی. حالا از این حرف نه با من بودی. نه بابا چاکرتیم سیگار برسه ببینیم. ای بچهش روشنش کن. داشتم پاش بشین اونجا. یالا. بهت باق جعفر صفحه کنی. یالا. قربون دارم. بای جاده. بای جاده. قربونه تو. بایش میکنم. بفرما. قربون تو. بفرما جعفر. قربون دسته. بزن بینیم بابا دود کن. بیجونم. قربونه اکاله. ابساق شما. شما. بفرما. قربون شما. این فنده که کجا آوردی؟ یادگاری رو فقا. منم لنجش دارم ده. کجا گذاشتم؟ باید دست خورد. چی شده فندک؟ چی شده؟ اگه یه دفعه دیگه دست تو جیب من بکنی هرچی دیدی هر چش خود دیدی. با بیا بابا این فندک مال تو نخواستی. ندش کن.
انگار نوبرش آورده. آره خب داشتم، تو چی کار کردی؟ بدهکار بودم. به کی؟ به اصطلاح شرخر. با 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 چه آدم شریفی. پروردگار تو رو به جلال و بزرگیت قسم، قرض قرضمندان رو ادا کن، حاجت حاجتمندان رو روا کن، همه ی مریضا رو شفا بده، از لطف و مرحمتت به زهره منم سلامتی عطا کن. ای خدای بزرگ، عباس منو از زندون نجات بده، اسدالله رو به راه راست هدایت کن. خداوند آخه به بعضی زنان نمیشه اتوین اونجا دیر به جنبی سرتو کلا میذارن. تو الان گوشه این زندون افتادی و اون معلومی چه کارایی که نمیکنه. با دومش گردو میشکنه که شیش دونگ از دست تو خلاص شده. خفه شو، زن من از مایی نیست که تو فکرشو میکنی. آره تو بمیری، زن تو یه فرشته هست، یه فرشته آسمونی. اگه یه دفعه دیگه راجع به زن من حرف بزنی دندوناتو میرسم تو دهنت، فهمیدی یا نه؟ آره جونم فهمیدم، خیلی هم خوب فهمیدم، ولی بازم بیاد میگم من خبیب زن جماعت اطمینان نکن. هر چی باشه این داشت دیگه دو تا پیرن بیشتر از شما پاره کرده، حالا این یه پیرنه ولکن که ستا نشه. بابا چرا نمیذاری بخوابه؟ چش دوی جون چش بگی بخواب، ما دیگه خفه خون میگیریم. شست و شیش، شست و هشت، داد و یک، سد و یازده، تو دوازده چیه؟ ازت جلو زدم نگه گرفته. یکی یا دو تا. حالا تو میگی من چی کار کنم؟ نمیدونم، نمیدونم، به کلی دیوانه شد. باور کنم نهایت محبت به ما میکنه. آخه این مرد خیرخواهی که تو ازش صحبت میکنی اسمش چیه؟ من نمیدونم اسمش چیه. گوش کن سیبا، تو حق نداری دیگه از این مرد چیزی بگیری. هرچی تو خونه داری بفروش، ولی از کسی چیزی نگیر. خواهش میکنم اگه ممکنه برو خونه اسدالله بهش بگو تاکسی رو بفروشه و طلبشو برداره. خواهش میکنم به خاطر نجات من این کارو بکن سیما، من از اینجا خلاص کنم، من دیگه نمیتونم اینجا رو تحمل کنم، نمیتونم تحمل کنم. باید تحمل داشته باشی ها، تازه اول کار کجاشو دیدی؟ خواهش میکنم اونو آزاد کن، اون قول داده که تاکسیشو بفروشه تمام پولتو بهت بده. قربون اون شکل ماهت برم، تو چرا جوش میزنی؟ خب برای اینکه شوهرمه. شوهرته؟ معلومه، مردی که تو جیباش خالیه ازش انتظار مردونگی نداشته باش. این حرفی بود که بابای خدا بیامرزم یادم داد. قدیمی ها راساسی مثلا های خوبی داشتن، میگفتن مگه سیب سرخ واسه دست چولاق خوبه. تصدقت برم، تو یه خورده روی خوش به من نشون بده تا من تمام ثروت روی پات بریزم. تو هنوز مرد فداکار ندیدی، مرد زندگی ندیدی، با آدم حسابی طرف نشدی. بیا و لطفی به چاکرت بکن، اون وقت ببین چه کارایی که واسط نمی کنم. اگه جلو بیای می کشم. خر نشو، گوش کن. چیزی نیست، زن بیچاره یه داشتم نصیحتش میکردم. خجالت بکش، بیایید بریم. عباس رضاقلی. بله. بیا بیا، برات میوه و غذا آوردم. ماشاءالله. یه پسری ریز پیزه اینقدری
بچه به کارم حرفی نزن. نه حرفی نزن. خار بر سر دیفا دارد. هه 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 خبه بابا بابا آقا رو باش واسش میوه آوردن. خب باید هم واسش بیارن. راستی چرا واسه ما نمیارن؟ میدونی چرا؟ برای اینکه ما کس بره نهاریم. معلومه عزت آقا بی کس و کار. آره والا آره والا. قشنگی برات فرستاده. آخ به قربون قد چم فدای پیرهن چم. همون لباسی که از آمیرزا خواسته بودم. واقعا عالیه. خیلی درم میخواد. هی زیبه تو بکشم بالا بکشم پایین بکشم بالا بکشم پایین بکشم بالا. ولی خودمونی ما هرچی آقا مردم رو اذیت میکنه تو سیاسوخته پدرشو در میاری. مگه نیست جنگولی؟ من آقا رو خیلی دوست دارم. آره ارواح پدرم تو گفتی و منم باور کردم. تو آقا رو دوست داری یا پولاشو؟ خب پولاشو بیشتر از خودش دوست دارم. قربون تو آدم کیست هم برم الهی. واجب شد که یه ماچی از اون لپوت بکنه بود. ای خیال ازرائیلو چی کار داری بکنی؟ کاری نمی کردم. رفته بودم تو گوشش تعریف شما رو میکردم. شیطونه میگه بزنم سر و کلش و لهولم. شیطون به خونه پدرش خندیده؟ او عزیزم
خواهش میکنم عصبانی نشو، من هیچ کس رو به اندازه ای تو دوست ندارم. بله دگورتو گم کن، دگورو بیرون. برای چی منو بیرون میکنی؟ تو چشمت کنشم، دگورو بده به کارم برسم. بایل آقا بابا قربونی برم ایلاتم، بدا چم عزیز جون، از این پیرن خوشگیلی که وسط خریدم و فرستدم خوشت اومد. چیزی که تو بخری میشه بد باشی. سلام. سلام آجی، حالت چطوره؟ ای بد نیستم، دیروز رفته بودم خونه ی اسدالله برای کار شوهرم. خب چی گفت؟ آدم پست و بیشرفتی. حیف اون دختری که اون داره. ببینه راجی، من خودم فرد صبح میرم پیشش، راجب عباسم باش صحبت میکنم. مطمئن باش من فقط واسه خیرخواهی و نودوسی میخوام این کار انجام بگیره. میگه چیکار کنم؟ آها، بدهیشو قسط به من، یه کاری هم بکن میزه سلا که از زندون آزاد بشه. بزه اونم به زن و بچهش برسه، خدا رو خوش نمیاد. من تا دینار آخر پولم رو ازش نگیرم رضایت نمیدم. بفرما چه؟ بزه همون تو بمونه تا قدر عافیت رو بفهمه. اگه به دنیا آخرت عقیده داشته باشی، باید بدونی که خداوند نزول خوری رو حرام کرده. بله، ولی خدام نگفته که من پول زبون بستم و بیارم دو دستی تقدیم آقا بکنم. کاملا درست. الو، خدام نگفته که من پولی رو که با چه زحمتی با خون دل به دست آوردم بدم، حرف بدم بشنوم، کتکم بخورم. وای آدم اگه یه خورده رحم و انصاف تو دلش باشه بد نیست. قسم خدا رو فراموش نکن، هر کاری تو این دنیا بی مکافات نمیمونه. گوش کن آقا خلیل، این خواهش و تمناهای تو بی خود نیست، حتما کاسه ای زیر نیم کاسه نکنه گلود. منظور چیه؟ من میدونم تو برای چی سنگ اونو به سینه میزنی، حتما دلت پیش زنش گیر کرده. اگه یه دفعه دیگه از این حرفا بزنی لقومتو با دندونام میجوام و یه مش مردم بیگناه از شرت راحت میکنم. که بگویم از که در من بگویم
در غم غیر صبوری می کشدم دوری شکفه ی دل قصه ی دل با که بگویم از که در من بجویم. اون یکی میاد خواسته کاری میگه نه نمیدونم. اکبر. بله اکبر. بگو بله. ببین اینجا. بگو بله خانوم. بگو بله. بگو بله. بله آمیر جان. برو به مریم بگو بیاد اینجا. آی بچه اکبر رفته. خدا کنه این معامله جوش بخوره. مسئله پوله. پول باید رازیش بکنه. شاید زینجیری داره خونه رو میزنه. با من کار داشتی پدر؟ بله ده بله. بفرمایید بشینین خواهش میکنه. یا الله والا یه خبر خیلی خوشی برات دارم. چیه پدر؟ ممدلی خان صرافو که میشناسی؟ آره میشناسمش. اون تو رو خواستگاری کرده. یعنی اون؟ اون که سن بابا بزرگ منو داره. ولی در عوضش تا دلت بخواد پول داره. پول؟ پدر من شوهر نمی کنم. چه؟ یعنی چه؟ میخوای تو خونه بیخ ریش من بمونی؟ بی عقل بی شعور؟ من ترجیح میدم تو خونه بمونم تا اینکه زن اون پیرمرد خرفت بشم. چه؟ بچه نشو دختر، تو باید شوهر کنی. من هر وقت که دلم بخواد شوهر میکنم. نکنه زیر سرت بلند شده. ده حرف بزن. کسی رو دوست داری؟ آره. کیه؟ جمال. جمال برادر خلی. من اون همدیگر رو دوست داریم. خفش دختر یا گیس بریده. رفتی با دشمن من روی هم ریختی؟ اگه یه دفعه دیگه بفهمم با این پسر افسدی من میدونم و تو شبون مرک مرده یه زنشونه رو هم شده تنها که
دیوونه شدی دختره احمق؟ تو به چه جرعتی زندگی پدرت آتیش میزنی؟ تو فون رود بیاد گیس بریده بذار بسوزم، شاید با شعله های اون قلب سنگ تو پدرم آب بشه. بسوزم؟ تو خیال میکنی من اینا رو مفت و مجانی به دست آوردم؟ تو نمیدونی من برای هر دینارش چه خون دلی خوردم، چه زجر های کشیدم تا اونا رو به دست آوردم. من فقط میدونم که تو برای هر دینار این ثروت خانواده های بیچاره رو به خاک سیاه نشوندی، اونا رو به زندون انداختی. فهمیدی پدر؟ وقتی من مثل یه توپ توپای همین مردم لگد مال می شدم تو کجا بودی؟ وقتی منو مثل زباله زیر دست پاشون له می کردن تو هنوز به دنیا نیامده بودی. آره اونا تو کوچیکی به من رحم نکردن، منم به اونا رحم نمی کنم. فهمیدی؟ و تو با این فکر احمقانت نمی تونی تو این دنیا زندگی کنی. تو یه دیوونه ای، یه دیوونه ای خطرناک که باید با دستای خودم خلاصت کنم. بخوشمت. تو واقعونده باید شدید اندونم به این روز میامده. حالا این دکتره خوب دندون میکشه یا نه؟ تو نمیری خیلی عالی؟ ببینم نکنه یه وقت پول بولی چیز نه جونم نه عمرم زخشو از پول برداشتم. اون تمریه، تمرو بهتر از پول دوست داره. حالا ببینم اون تمرو رو همراه دو بردی یا نه؟ آره بابا. آی 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 مردم. نوبت شماست، بفرمایید. خدا خدا بفرمایید. خواهش میکنم بشینید اینجا. آقای دکتر بردم. اجازه بدین این از سرتون باز کنم. این چیه به صورتتون باز کنید جان؟ آقا جان اینه بگیر. بگیر جانم. بردم. دهنتون رو باز کنیم. باز 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 حرکت نکنید خواهش میکنم. همینطور باشه تا آمپولیشو بزنم. ناراحت نباشید، همین الان تموم میشه. یه وقت دردون تمامو نکشید. شما شلوغ نکنید. خواهش میکنم الان راحت نکنید. تموم شد. اینا این دندونتون نگاه کنید. جغونی. اگه احساس درد کردین از این قرص میسیدون روزی دوتا میل بفرمایید، دردش به کلی برطرف میشه. چشم آقای دکتر، اطاعت میشه. بده با اون تمداره بده. بفرمایید آقای دکتر، بذارین یه چند تایشو بلند کنم واسه دفعه دیگه که خواستم دندون بکشم. بفرمایید. بس خلیل، این زمین برای جاده است، رو به ترقیه. من برای خودت میگم هنوزم دیر نشده، میتونی معامله نکنی. میدونم ولی پولش لازم دارم. میل خودت. انشالله که خیرش رو ببینی. بیا. راستی بس خلیل، اگه اشتباه نکرده باشم پولا رو برای زیارت خونه خدا میخوای، اینطور نیست؟ نه، من فعلا از زیارت خونه خدا منصرف شدم. پولا رو برای یه امر خیر میخوام. حتما عروسی برادرته. نه میدونی برادر، با این پولا میخوام یه مرد بدبختی رو از زندون آزاد کنم، چون زن و بچهش خیلی پریشون هستن. از خلیل، خدا این کمک شما رو بی اجر نمیذاره. Thank you.
من احتیاجی به کمک اون ندارم، میفهمی چی میگم یا نه؟ به لطف و محبت یه جوان مرد رو رد میکنی؟ آره، من حاضرم تمام عمرم تو زندون بمونم و از این آدمای دست و دلباز چیزی نگیرم. گوش کن زیبا، برو پیش اسدالله، به هر ترتیبی شده ازش خواهش کن که من از زندون آزاد کنه. نه، من پیش اون نامرد رد نمیرم. اگه منو دوست داری، اگه دلت میخواد که من از اینجا نجات پیدا کنم، این کارو بکن. وقت اون شده. چشم. من دیگه میرم. خداحافظ. خداحافظ. عباس رضا قلی. بله. تو آزاد شدی. چی؟ باشا بیا تو دفتر لباسه رو تحویل بگی. آزاد سقا خوشحال شدم، موفق باشی. قربونت برم. تبریک میگم. قربونت تو. خیلی ممنون. قربونت تو. خداحافظ. ان شاء الله شما هم خوش اومدی. خوش اومدی. خوش اومدی. امیدوارم موفق باشی. خوش اومدی. لا 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 لا. دوخت دارم خیلی دلم بسه. منم همینطور دخترم. رفته بودم مسافرت دخترم. چرا اینقدر دیر کرد؟ آخه اونجا راش خیلی دور بود، نتونستم زودتر بیام. ماما خیلی برات گریه کرد. زیبا؟ ماما نیست. نیست؟ کجا رفته؟ رفته برام شیری بخره. برات شیرینی بخره؟ آره، او خیلی چیز برام خریده. نگاه کن اینا رو کی برات خریده؟ مامان میگه اینا رو اما خلیل برام خریده. اما خلیل؟ آره، من و مامان خیلی اما خلیل رو دوست داریم. اما خلیل اینجا اومده؟ نه، اما مامان هر روز میره پیشش. خیلی خوب زفر جون، تو بخواب، من الان برمیگردم. من یه کار کوچیکی دارم، زود برمیگردم. بابا جان، منم خودت ببر. نه جونم، استراحت کن، من الان برمیگردم. بابا بیرم یه مامان. نه جونم، زود برمیگردم. با دستای خودم خوابش میکنم. آمیرزا، زیبا خانم اومده. زیبا؟ آه، زن عباسو میگی؟ آره. ببرش تو مهمون. تو من بیا تو مهمون خونه. آره ببره. به روی تک تک چشام. حالا موقعشه، دوباره آهوی وحشی به دام ما افتاد. گذار پوز به بازار دب باغ ها افتاد. بفرمایید خانم، بفرمایید اونجا، بفرمایید بشینین. همین الان آمیرزا میان خدمتتون. باور کنید سرشون توی حساب گیر کرده. الان میان. بفرمایید، بفرمایید بشینین، بشینین دیگه. بگیرش به من. خواهش برم بفرم. یا الله. سلام. سلام. به به، بفرمایین بفرمایین. خوشحالم که بازم شما رو میبینم خانم. من به میل خودم پیش شما نیومدم. میدونم میدونم،
شوهرت وادارت کرده. اون از تو خیلی عاقل‌تره، خیلی هم زرنگ‌تره، میدونه راه و چاه زندگی چیه. من اون قدرام که میگن آدم بدی نیستم. یه خورده که با من معاشرت کنیم ازم خوشت میاد، میفهمی جونم؟ من اومدم از شما خواهش کنم که میدونم خواهشت چیه. تو رو به خدا سر و صدا نکن یا بشتر تو سر و صدا نکن، خواهش میکنم. بعد نیست سر و صدا نکن. بلند شو تو رو به خدا بلند شو. شوهرتو آزاد میکنم، هرچی بخوای بهت میدم. تو رو خدا بلند شو، چشماتو وا کن. مریم خانم، بله. مریم خانم بلند شیم بیاییم، اوضاع به هم ریخته. زودتر عجله کنیم. نه من اونو نکشتم. نه خیلی چیزی برام خریده. میگذارم مومن به تیعیای اما خلیل برام خریده. خیلی چیزی برام خریده. مومن به تیعیای اما خلیل برام خریده. خیلی چیزی برام خریده. مومن به تیعیای اما خلیل برام خریده. وای خدا را چه خاکی به سر کنیم. زنگ بزن. اینم زنگ دیگه چقدر بزنم؟ زنگ شما که زنگ مجانی گیر آوردی. سلام علی، دستم به دامنه شده. داد برس کمک کن. نمیدونی چه بردی گیر کردی. موضوع خیلی مهمه. موضوع چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ جریان علی شده. جریان چیه؟ خیلی خوب جریان نیست و خلیل. بریم تو برای تعریف بکنم. خیلی خوب. بیاییم تو برد بگیر چه اتفاقی افتاده. اومدیم بریم یه بابا کجی منو کردی. بابا سب کن ببینم چی شده. آخه بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. حتما عباس از زندون آزاد شده و اومده پیش پدرت که بگه. نه بابا اون نه، من خبری از عباس ندارم. موضوع یه چیز دیگه. چی؟ من که امروز تموم بدهی اونو به صندوق پرداختم. اون باید تا به حال آزاد شده باشه. شما دارین راجع به عباس صحبت میکنی، اما من از زنش. زنش چی شده؟ چرا لا شدی؟ اون کشته شده. کشته شده. کشنده شده ایداد خدا. چی دارین میگین؟ مگه عقلتون رو از دست دادین؟ بله به دست آمیرزا کشته شده. باور کنین حقیقت داره. خودم دیدم آمیرزا اونو کشته. خدا اگه این موضوع حقیقت داشته باشه باید خودش افتاد سر شما بزنده. من هیچ تقصیری ندارم. من که نمیخواستم اونو بکشم. آخه بگه من آدم کشم. من هیچ تقصیری ندارم. این چه بلایی بود به سرم اومد خودم هم نمیدونم. حالا تو بگو من چه خاکی به سرم بریزم. باور کن اون خودش مرد. من حاضرم به شما پول خوبی بدم به شرط اینکه سر و صدای قضیه رو در نیارید. قبول میکنید؟ خواهش میکنم به من رحم کنید. هرچی بخواید بهتون میدم. باشه، ما که همیشه کارهای شما رو انجام میدیم. قربونت برم. اینم روش. آره دیر را جا بی سر بکنم. تو الان گوشه این زمین را بگیر. اون معلومی چه کارهای که میره میکنم. دومش گرده میشه کشیش زنگ از دست تو خلاص شده.
بلش کن. خب حالا بلش کن. یلا روی بچاردی. اومدم ازت انتقام بگیرم، انتقام خانوادهایی رو که به دست تو بدبخت شدن، انتقام بچه های یتیم، بچه های بی پدر و مادر، زنای بی شوهر، شوهرهایی که به دست تو گوشه زندون افتادن. نه منو نکش، این کار نکن، دیوونه نشو. بیا هرچی پول بخوای بهت میدم، بگی این پولم مال تو، همشو بردار، پول بگیرش، بازم پول دارم، بازم دارم، بازم بهت میدم، به من رحم کن، منو نکش، من پول خونم رو بهت میدم، خون منو نریز، من هرچی پولش بشه میدم. خون تو برای من دیناری ارزش نداره. نه من تو رو کشتم تا اجتماع از شرت خلاص کنم، اما به کیفر گناهی که مرتکب شدم خودم مجازات میکنم. حتا بالا بالا بیا کیفش کنی، حتا میدم باعث به همسندن خونواده من شدی ها؟ میکشم اکی ایتا ایتا خونده بابا کار میکنی؟ ایتا ما چرا با هم دیگه دعوا میکنی؟ بابا دعوا نمارین نالو تیرو بکشم، اون زن منو آفت بده. آشان سفر ببینم موضوع چیه؟ یه
داری اشتباه میکنی، تو از هیچ چیز با خبر نیستی. هیچی نمیدونی؟ آره خدای بقی هستی. اگه اینا هم دیگر میکشم اوتوبوس بمیدن و من دارم حرف بزنم. سرور این مرد شوهر همون زنه بدبخته، امروز از زندان آزاد شده. چه اتفاقی افتاده؟ موضوع در کلانتری معلوم میشه. هیچ کس وارد ساختمون نشد. آقا بیدار شدم بفرمی. جناب سرور، جناب سرور، نه به خدا من اونا رو نکشتم. جناب سرور باور کنین، باور کنین، من هیچ تقصیری ندارم. من اصلا روحم هم از نکره خدر نداری. جناب سرور اونا کیان؟ چی شده؟ حرف بزن. الان میگه جناب سرور. جناب سرور من همین الان اومدم، رفتم تو اتاق، دیدم دو تا جسد تو اتاقه. ادامه بده. یکیش آمیستا بود. بله. یکی دیگهش نتونستم بشناسم، یعنی این نگاهش نکردم. چه چپ بوده دو تا دیگه. مستانه رو کشتم. اصلا رو کشتن؟ اون تو بیدن باران همه این رو رو کلا به زمان بیاد. ببینه پشتن دلم با بسته جانش. آروم باش، خواهش میکنم زیبا خانم. الان آقای دکتر میاد. ناراحت نباش جان، ناراحت نباش، استراحت کن عزیز، بخواب. بچم کجاست؟ آروم باش. من بچم رو میخوام، من بچم رو میخوام. بفرمایید قربان. متشکرم. صدفان علی صادقی افسر نگهبان، خواهش میکنم بفرمایید. بله؟ خب؟ خب؟ زنده است؟ کدوم بیمارستان؟ همین الان یه مامور میفرستم بیاد اونجا. بله بله بله. خوشحال باشید، همسرتون زنده است. دو نفر آبرون رو در خارج شهر پیدا کردم و الان در بیمارستان بستریه. حالش هم خوبه. باور کردنی نیست. خدا نخواستون بمیده. خلیل، من درباره تو اشتباه کردم. برای این سوی زنی که پیدا کرده بودم خودمو مقصر میدونم. این شرفیه میزنی؟ تو بهترین دوست من هستی. قربونت خلیل جان. سرنوشت ما این جناب سروان، این بچه گم شده، پدر مادرش معلوم نیست کیه. قرار چند وقت دیگه عروسی مریم و جمال سر بگیره. تا اون موقع انشالله تو هم حالت خوب بشه.